I remember in 2010 when there was like the earthquake in Haiti. وقتی تو هایتی زلزله اومد، یعنی تو سال 2010، من اونجا بودم. یه روز سه‌شنبه بود و سه‌شنبه‌های هر هفته ما می‌رفتیم به کلیسا و شعر می‌خوندیم و با دوستای همسن و سالمون وقت می‌گذروندیم. اون روز نمی‌دونم چی شده بود. به هم زنگ زدن و گفتن امروز برنامه کنسله، نیا. منم گفتم باشه. همون موقع زلزله شروع شد و اگه رفته بودم کلیسا، امروز دیگه اینجا نبودم. چون اون قسمت از شهر کاملاً با خاک یکسان شده بود. گریه می کردم و می گفتم خدایا شکرت. Just like everything was falling down, it was great, and you know I was just like crying and I said thank you to God. My name is Jean. اسم من جانه. جان رودی سنت جان. تو هایتی به دنیا آمدم. شهر ژاکمل. تازگی ها 20 سالم شده. تو تاکوما پارک بریلند زندگی میکنم. تو هایتی با بعضی از اقوامم زندگی میکردم، ولی سال 2010 به امریکا اومدم تا با مادر و خواهرم زندگی کنم. پدرم تو فرانسه زندگی میکنه. خواهرم 11 سالشه و من ازش مواظبت میکنم. تقریبا همه کاراش رو من میکنم چون مادرم وقت نداره و بیشتر وقت رو سر کاره. و من تنها کسی هستم که وقت دارم و سعی میکنم هر کاری از دستم برمیاد انجام بدم. اگه کاری تو مدرسه داره اونا رو انجام میدم، یا غذا درست میکنم واسش، یا هر کاری دیگه‌ای که بخواد. من یه مسیحی خیلی فعال بودم. سعی می‌کردم به چیزایی که مادرم یادم داده گوش کنم. سال 2012 اومدم امریکا. بعد از 6 ماه هنوز انگلیسی حرف نمی‌زدم. خیلی برام سخت بود. اصلاً نمی‌فهمیدم مردم چی دارن میگن. ولی مدرسه میرفتم. خواهرم وقتی 2 سالش بود با مادرم اینجا اومدن. به خاطر همین خواهرم زبونی رو که من حرف می‌زنم بلد نیست. فقط شاید سلام و چیزای ساده دیگر رو بتونه بگه. وقتی مادرم از سر کار میاد، اونم زبونی که من صحبت میکنم رو حرف نمیزنه. بیشتر انگلیسی حرف میزنن. تازه وقتی من وارد امریکا شدم، تازه اون موقع مادرم شروع کرد کریو حرف زدن. هر وقت من کریو حرف میزنم، خواهرم گوش میکنه ولی چیزی نمیگه. یادم وقتی از هایتی هم پشت تلفن با مادرم حرف میزدم، من که انگلیسی حرف نمیزدم، اونم کریو حرف نمیزد، برای همین نمیتونستیم خیلی با هم ارتباط برقرار کنیم. من سعی میکردم سر یه حرفی رو باز کنم و با زبون کریو حرف بزنم، ولی اون نمیفهمید من چی دارم میگم و خیلی برام سخت بود. یادم یه روز یه خبری تو مدرسه خواهرم شده بود و مدرسهش نصف روز بود. خواهرم سعی میکرد به زبون کریو بهم بگه، ولی نتونست منظورش رو درست بیان کنه. به انگلیسی هم بهم گفت و من هیچ کدومش رو نفهمیدم. فقط گفتم اوکی. من فقط قرار بود ببرمش و بیارم. منم بردمش و بهش گفتم ساعت 3 میام دنبالت. خواهرم چیزی نگفت. مادرم سر کار بود و زنگ زد و گفت متوجه نشدی چی بهت گفت؟ بهش گفتم من چطوری بفهمم که چی میگه؟ من که انگلیسی نمیفهمم. اونم گفت باشه برو برش دار، چون مدرسهش نصف روز بود. ساعت 12 مدرسهش تموم شده بود و من باید 3 تا اتوبوس عوض میکردم تا برسم اونجا. 2 ساعت طول کشید. School was end at 12 and I just go get her, which is like about 2 hours from my house because I have to catch 3 bus to go there. After like 1 month, I was coming from school with my sister. It's just like a Friday. It was just like a sunny day. یه ماهی گذشته بود. یه روز یه جمعه آفتابی از مدرسه برمیگشتم و داشتم تو محوطه آپارتمانم راه میرفتم تا برسم به خونه. خیلی گشنم بود. عجله داشتم زود برسم خونه. دیدم دو نفر با لبخند دارن میان طرفم. منم بهشون لبخند زدم. یکیشون گفت یه دقیقه وقت داری؟ گفتم آره، ولی من خیلی گشنمه. میخوام برم خونه. گفت فقط یه دقیقه. منم گفتم باش. نشستم و گوش دادم و اونا حرف می‌زدن. خواهرم چپ چپ نگاهم می‌کرد. می‌دونست که من اصلاً انگلیسی نمی‌فهمم. بعدش گفت چطوری می‌فهمی اونا چی میگن؟ I understand what they are saying. And you know, I understand some. And you know, she talked to me about community service. خب یه کمی میفهمیدم که دارن درباره خدمات اجتماعی و این چیزا حرف میزنن و میگفتن میخوان کمک کنیم که جامعهمون بهتر بشه و یه کتابی به هم نشون دادن که کتاب نسائم تایید بود برای نوجوانا. گفت این کتاب رو با هم میخونیم. منم گفتم به نظر خوب میاد. اون دوتا آدم خیلی دوست بودن با هم و میتونست این دوستی واقعی بینشون رو حس کنی. پیش خودم فکر میکردم خیلی عالیه. What you doing on Saturday? I said,
ایشون گفت شنبه ها برنامه چیه؟ گفتم هیچی، تلویزیون نگاه میکنم. گفت دوست داری شنبه ساعت 10 بیای بابا؟ گفتم آره حتما میام. بهشون شمارم رو دادم و صبح شنبه بهم اسمس داد. یه جوری که انگار با هم دوست بودیم و همدیگر رو میشناختیم، با اینکه شب قبلش تازه با هم آشنا شده بودیم. وقتی رسیدیم اونجا خیلی باحال بود. با من و خواهرم 8 تا بودیم و نشستیم تو چمنا. غذا بود، موسیقی بود، خوش میگذشت. بعدش برامون گفتن که این برنامه چیه، راجب چی صحبت میکنه. من گوش میکردم و خواهرم، خب اون کسی بود که میفهمید چی میگن. وقتی میرفتیم خونه ازش پرسیدم چی گفتن و اونم برام توضیح میداد. گرچه زبان من رو بلد نیست، ولی خب با یکم توضیح بیشتر برام روشن میکرد، منم میفهمیدم. نشستم واسه مادرم توضیح دادم که برنامه چیه و تو محله خودمونه و خیلی خوبه، چون این آدما دارن سعی میکنن به این محل خدمت کنن و جامعه رو به جای بهتری تبدیل کنن و سعی میکنن همه رو با هم تو این مسیر متحد کنن. مادرم گفت باشه، اگه دوست داری میتونی بری. شنبه بعد رفتم و دوباره نشستم و حرف زدیم و چیزی خوردیم و خیلی خوب بود. اونا هم ازم خواستن که کتاب نسائم تایید رو باهاشون بخونم. من میتونستم بخونم ولی خیلی خوب نمیخوندم. یکم نگران بودم. بعد از مدتی گفتن میتونی کتاب یک دوره روحی رو بخونی اگه بخوای. ولی تو اونجا دیگه باید بهم حسابی کمک میکردن با خوندن و حرف زدن انگلیسی، چون انگلیسی ساده نبود، انگار یه زبون دیگه ای بود، برام فهمش سخت بود. گفتن اشکالی نداره، نگران نباش. کمک میکردن که احساس راحتی کنم. خب کتاب اول رو شروع کردم. هر شنبه ساعت 11 همه میومدن خونه ما و مینشستیم و با هم میخوندیم. مامانم هم گاهی بود و سلام علیکی میکرد. خوب بود. خیلی چیزا بود که نمیدونستم میتونم انجام بدم یا مهارتش رو داشته باشم. وقتی این برنامه ها شروع شد و اونا ازم میخواستن انجامش بدم و من سعیمو میکردم، پیش خودم میگفتم اصلا نمیدونستم من میتونم همچین کارهایی بکنم. اصلاح عالم از اعمال طیبه طاهره و اخلاق راضیه مرضیه بوده و هست. این اولین نوشته باهایی بود که من حفظ کردم و انگار همیشه تو ذهنم مونده. شاید چون روش آهنگ گذاشتم و میخونمش باعث شد که یادم بمونه. The world can be accomplished through pure and goodly deeds, through commendable and seemly conduct, through commendable and seemly conduct. Ooh, 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 ooh. It was just like 2013. That's when they're gonna have the youth conference. Basically, at the beginning, I didn't want to go. سال 2013 کنفرانس جوانان بود. من نمیخواستم برم چون نمیدونستم چیه. گفتم نمیام. اصلا نمیخواستم از مادرم بپرسم، چون میدونم که دوست نداره من تنها جایی برم و بمونم. و به خاطر اینکه من تو کارا کمکش میکنم، ترجیح میده خونه بمونم. همون کسی که منو با این برنامه‌ها آشنا کرده بود گفت میتونم بیام با مادرت صحبت کنم. من هنوز نمیخواستم برم. سه روز قبل از کنفرانس بود و همش میگفتن باید بیای، یه کاری کن که بتونی بیای. گفتم اوکی و به مامانم گفتم که توی مریلند یه کنفرانس هست واسه جوونا و خیلی تعجب کردم وقتی مادرم گفت برو. اوکی. And the people
همون دوستای باهائیم اومدن خونمون و با مادرم نشستن صحبت کردن. اونم داشت غذا میپخت و باهاشون حرف میزد. بعد هممون نشستیم دوره هم و خیلی دوستانه شام خوردیم و به خودم گفتم باید خیلی وقت پیش این کارو میکردم. من برگه ثبت نام رو امضا کردم و بهشون دادم و رفتیم به کنفرانس. اونجا بود که فهمیدم چرا انقدر اصرار میکردن که من برم. اولش نمیدونستم. وقتی رفتم اونجا دیدن همه اون جوونا و اینکه هممون سعی داشتیم یه کار انجام بدیم و هدفمون یکی بود و اون این بود که به جامعه کمک کنیم و همه رو متحد کنیم. میبینی همه اینا تو یه جامعه به هم رسیدن. All of us, we had the same vision, which is like helping other people, you know, try to unite everybody. It was just like amazing. I was having fun and my sister was happy. خیلی عالی بود. خوش میگذشت. خواهرم خوشحال بود و حس خیلی خوبی داشتیم. آواز میخوندم و به حرفای بقیه گوش میکردم. من حتی نمیدونستم که میتونم درام بزنم. هیچ وقت تجربه نکرده بودم. تو کشور ما هممون داریم ولی استفادهش نکرده بودم. یکی از دوستام که از این دراما خیلی دوست داره یکیشو داد به من و گفت باید بزنی. گفتم من اصلا بلد نیستم. ولی شروع کردم. وقتی شروع کردم دیدم همه دارن میان به سمتم. گفتم وایسا ببینم. من نمیدونستم که من اونقدر خوب میزنم. همه می‌رقصیدن و خوشحال بودن. کسایی بودن که از من بزرگتر بودن و خوب بلد بودن درام بزنن، ولی همه‌شون دراماشون رو گذاشتن و اومدن سمت من و می‌رقصیدن. گفتم وایسا ببینم، جدی میگی؟ واقعا؟ همه اون ملودیا میومد وسط. خلاصه خیلی خوشحال بودم. درباره دیانت بهایی و حضرت بهاءالله چیزایی یاد می‌گرفتیم. وقتی رفتم خونه احساس می‌کردم یه چیزی تو قلبمه. من باید جزی از اونا بشم، ولی هنوز مطمئن نبودم. سب کردم و باز برگشتم به همون برنامه قبلی. We still continue the same thing we're doing. In 2014 we got like the second youth conference. سال 2014 اولین گرد همایی جوانا بعد از اون کنفرانس قبلی بود که تقریبا مثل قبل بود تو گروه های کوچیکتر. خیلی خوب بود، خیلی شاد بود. درباره دیانت بهایی و حضرت بهاءالله چیزایی یاد گرفتیم. درباره وحدت و صلح و راه های رسیدن بهش. گفتم این دفعه باید تصمیمو بگیرم. وقتی از کنفرانس برمیگشتم تو ماه آگوست نشستم و تصمیم گرفتم که میخوام بهایی بشم و بالاخره به همه بگم. همه دوستام گفتن ما فکر میکردیم تو بهایی هست ولی خودت چیزی نمیگفتی. گفتم آره. میدونید حالا میگم. میخواستم بیشتر فکر کنم و همه جوانب رو بسنجم. یادم یه روز دوستم اومد و نشست. بهش گفتم میدونی چی رو درباره شماها دوست دارم؟ شما هیچ وقت ازم نپرسیدید که آیا میخوام بهایی بشم یا نه. شما واقعا فقط کمکم کردید که بدونم چیزی که هستم خوبه و من تو راه درستیم. شما به هم کمک کردید کل چیزا درباره خودم بفهمم که نمیدونستم. گفتم اگه ازم پرسیده بودید که آیا میخوام باهایی بشم شاید من امروز دیگه با شما نبودم. یه نفر دیگه اومد و دوستم بهش گفت میدونی جان چی میگه و براش تعریف کرد. اونم خندی. الان ما دوستای خوبی هستیم با هم، با لیسا و ابراهیم. اونم گفت آره، ما معمولا نمیپرسیم. همون چیزی که هستی خوبه. گفتم چطور میشه که کسی بگه تو هرچی هستی خوبه؟ گفتم خیلی عالیه. من تا حالا همچی چیزی نشنیده بودم. سپتامبر 2014 یه روز با کیتی نزدیکی خونه ما نشسته بودیم روی چمنا و حرف می‌زدیم. اونجا یهو گفتم من می‌خوام بهائی بشم. اونم به هیجان اومد و گفت واقعا؟ و به لیسا و ابراهیم که اولین کسایی بودن که با من آشنا شده بودن اس ام اس زد و بعد اونا هم به هم زنگ زدن و هممون خوشحال شده بودیم. و همون روز بود که من گفتم تصمیم گرفتم که یک سال زندگیم رو خدمت کنم. الانم مشغول همین خدمتم. از سپتامبر 2014 مشغول کلاس‌های روحی و کلاس‌های اطفال و نوجوانان هستم. میرم به جلسات دعا و ضیافت‌ها که عالیه. من هیچ وقت نشده برم یه جایی که همه بهایی باشن و بعد بگم احساس خوبی نداشتم و به هم خوش نگذشت. همیشه احساس راحتی میکنم و حس میکنم همه چی خوبه.
مثلا اگه با یه باهایی آشنا بشم، بعد از 10 دقیقه ما دیگه دوستای خوبی هستیم، حتی اگه قبلا همدیگر اصلا نمیشناختیم. عالیه، فقط عالیه. حالا که باهات حرف میزنن و پذیرات هستن، حرف نداره. من هیچ چیز شبیه به این ندیدم. همش دوست دارم همراهشون باشم، دوست دارم یکی از اونا باشم، دوست دارم یه جایی باشم که همه برای یه هدف تلاش میکنن و همه یه نقطه نظر دارن. Want to be like somewhere where everybody is working for the same purpose. میتونی وحدت رو بینشون ببینی، میتونی ببینی که واقعا میخوان دنیا رو عوض کنن و باعث تغییرات مثبت بشن. این چیزیه که من واقعا دوست دارم. و الان تو 9th ماه خدمتم هستم و تو ماه سپتامبر تموم میشه، ولی حتی وقتی تموم بشه و من تمام وقت خدمت نکنم، هنوز دوست دارم ادامه بدم، چون همینجا تغییرات مثبت اتفاق میفته. چون یاد میگیری خدمت مهمترین چیزه. وقتی خوب نگاه میکنی میبینی درسته، واقعا خدمت مهمترین بخش زندگیه. When I was at the youth conference, I got like most of my friends, the one I used to talk to. وقتی تو کنفرانس بودم میدیدم که دوستان میرن پشت تریبون و یه چیزایی میگن، ولی من خیلی مشغول درام زدنم بودم و نمیدونستم چی دارن میگن. وقتی باهاشون صحبت کردم، گفتن دارن درباره زمان خدمتشون صحبت میکنن. گفتم چی؟ من نمیدونستم شما دارید همچین کاری میکنید. بهشون گفتم دوست دارم منم این کارو بکنم، اما نمیدونم چطوری. بعد که با دوستام حرف زدم، برام توضیح دادن که اونا به صورت تمام وقت دارن خدمت میکنن. گفتم واقعا؟ گفتن آره. گفتم فکر میکنی منم میتونم این کارو بکنم؟ گفتن اگه دوست داری برو تقاضا کن و ببین چی میگن. رفتم پرسیدم و کیتی برام توضیح داد و گفت اینا چیزاییه که لازمه انجام بدی. گفتم باشه میکنم. رفتم خونه و 3 هفته وقت داشتم که دربارش فکر کنم که ببینم آیا این کار درستیه که شروع کنم. To think about that and see if it's the right thing to do. بعد چند وقت کیتی زنگ زد و گفت میخوام بیام خونتون. گفتم باشه. حالا دیگه باید خودم رو آماده کنم و یه چیزی بگم. اون وقت بهش گفتم که دوست دارم خدمت 1 سالم رو شروع کنم. That's when I just told her I want to do that. I used to wake up really late. I mean like 12, 11. معمولا خیلی دیر از خواب پا می شدم، مثلا 11, 12. گفتم اگه میخوام این کار رو انجام بدم باید زود باشم، صبح غذا درست کنم بذارم تو یخچال که وقتی خواهرم و مادرم برگشتن گرمش کنن و بخورن. صبح بلند میشم و همه چیزا رو واسه خواهرم آماده میکنم، هر چی که لازم داره. غذا رو هم براش میذارم تو یخچال. اولش سخت بود برای مادرم، نمیدونست دارم چه کار میکنم. میدید هر روز میرم بیرون و دیر برمیگردم خونه و حتی نمیفهمید چی کار دارم میکنم. یه روز بهم زنگ زد و گفت داری چی کار میکنی؟ گفتم مامان این کاریه که دارم انجام میدم، دارم خدمت میکنم، دارم با بچه ها کار میکنم تا بفهمن کی هستن و چطور میتونن تو جامعهشون مفید باشن، چطور میتونن خودشون و جامعهشون رو تغییر بدن. گفت خیلی خوبه. Alright, that sounds good, you know. And I always try to do my best. منم سعی خودم میکنم، ولی گاهی خیلی خوشحال نیست. چون یه وقتایی دوست داره من باشم و باهاش گپ بزنم. ولی من که میام خونه ساعت 9 و 10 شب خستم و اون دوست داره یکی 2 ساعتی با هم حرف بزنه. خیلی سخته. ولی من میگم این فداکاریه و باید انجامش بدم. چون دلم میخواد این خدمت رو ادامه بدم. You know, and I just do it. I was so lucky because basically my mom always told me that as long as you believe in God and you do the right thing, no matter where you are, it's pretty much. من خیلی خوشبختم چون مادرم همیشه میگه تا وقتی به خدا اعتقاد داری و کارهای درست تو زندگیت میکنی، راهت درسته. فرقی نمیکنه چه راهیه، چه دینیه، فرقی نداره. با اینکه مادرم مسیحیه، ولی براش مهم نیست که به چه کلیسایی میره و تو چه کلیسایی دعا میکنه. میگه مهم اونه، نه چیزای دیگه. اولش برام سخت بود چون اونا عقاید خودشون رو دارن و مثل باهایا فکر نمیکنن. آسون نبود، ولی با هم حرف میزدیم. It wasn't too easy, but you know, I just talked to her, but she's okay with it.
As long as you know, she said, okay, you're fine, you pray. حالا دیگه خوبه. میگه تا وقتی تو خوبی، دعا میکنی، کارهای مثبت انجام میدی و دور خلاف نمیری، من باهاش موافقم. فقط نمیخوام دور و بر کارهای بد بری. میخوام آدم بهتری باشی و من فکر میکنم تو مسیر درستم. خوشحاله چون قبلا کارهایی میکردم که مادرم اصلا نمیدونست. منم دیگه سراغشون نمیرم چون اصلا خوب نبود. دیانت بهایی دینیه که باور داره همه یکی هستن. هممون به وسیله خدای واحد خلق شدیم و تلاشش اینه که همه رو متحد کنه، صرف نظر از اینکه از کجا آمدیم، به چه زبونی حرف میزنیم، چه سابقه‌ای داریم و با چه قیافه‌ای هستیم. هممون یکی هستیم و میتونیم با هم متحد باشیم و مثل یه نفر با هم کار کنیم.